واکنش همسر پوتک به موزیک ویدیوی فوق مثبت 18 پوتک به همراه خلسه کچی و بهزاد لیتو که گویا قصد دارن ویدیوهایی بسیار پربازدید و جهانی رو توی یوتیوب داشته باشن. صحبت‌های تند یه رپر زیرزمینی در مورد موزیکای پوتک. در مورد پوتک، آدم قابل احترام، یه رپر تخمیه. ماجرای دزدی بودن کاور موزیک جدید تتلو و رضا پیشرو که باعث اعتراض طراح خارجی شده و واکنش تتلو. توقیف 7000 آلت تناسلی خر توی نیجریه. و ویدیوهای عجیب از دزدی‌های این روزا توی ایران. سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب در ابتدا بریم سراغ پوتک که گویا قراره یه موزیک ویدیوی مثبت 18 با خلسه و کچی و بهزاد لیتو منتشر کنه که داوهای سمی زیادی توی این موزیک ویدیو حضور دارن و گویا همسر پوتک هم یه اخطارهایی رو به پوتک داده. در کل گویا این پوتک قصد داره که کیفیت ویدیوهای خودشو به موزیک ویدیوهای هالیوودی نزدیک کنه که فکر کنم بازدیدای خیلی زیادی هم تو یوتیوب بگیره. از طرفی هم به تازگی یه رپر زیرزمینی به اسم کابوس که خیلی ها میشناسنش در مورد موزیکای پوتک صحبتای جنجالی کرده که بهتر با هم بشن. در مورد پوتک، آدم قابل احترام، یه رپر تخمیه. نظر در مورد ویلسون، فوق العاده با نمک. لایوای مست ویلسون 100، خوندن ویلسون 0. نظر در مورد جیدال، آجی نظرم منفیه، کنسل جیدال. با جیدال کار بده فکر کن. بهترین رپ فارسی در حال حاضر سورنا. میخوام یه نقد کنم، اینه که کم کار میکنه. اگه میتونستی جای یکی رپ کنه باشی، جای سروش ایشکر است. یه جوری همه رو جواب میدم، هیچی نمونه. نظر راجب سفتی سویکیت مالینی به نظر من، حالا هر چقدر من رو بگم خوبه. ریل لندنی میخونه با زبون فارسی، با حاله، ولی خب ما حال نمیکنیم. با داریوش ترک اگه بخواد چرا نه، امکان داره با شایع فیت بدی. نه کار با بهرام. از طرفی هم به تازگی توی نیجریه یه محموله رو گرفتن که شامل 7000 چیز خر بوده و رسانه ها در موردش نوشتن. مقام های گمرک نیجریه میگویند محموله ای حاوی حدود 7000 آلت تناسلی خر به مقصد چین را در فرودگاه لاگوس توقیف کردند. صادرات اعضای بدن خر در نیجریه و چندین کشور آفریقایی دیگر ممنوع است. این ممنوعیت بعد از افزایش تقاضا از سوی چین وضع شد که منجر به افزایش قیمت و افزایش صادرات و قاچاق خر از کشورهای آفریقایی شد. دانگالا دیما کانیال، رئیس گمرک فرودگاه ابوجا، به بی بی سی گفته آلت‌های تناسلی این خرها در 16 ساک بزرگ کشف شده. به گفته این مقام گمرک، قاچاقچیان گفته بودند که این محموله حاوی اعضای بدن دامهایی مانند گاو و گوسفند است. توقیف این محموله خارق‌العاده توجه بسیاری در نیجریه جلب کرده است. دلیل صادرات این محموله به چین هنوز دقیقاً روشن نیست، اما پوست و دیگر اعضای بدن خرها در طب سنتی چینی کاربرد. بله، اینم از ماجرای 7000 چیز خر. و اما جدای از این جریان، به تازگی پیشرو و تتلوی موزیک منتشر کردن به اسم مرگ که گویا کاور این موزیک دزدی بوده و صاحب اصلی اثر که یه خارجی هم هست به این ماجرا واکنش نشون داده و به تتلو و پیشرو اعتراض کرده که تتلو هم گفته که این کار ربطی به من نداره و مقصر طراح کاوره. یه مسئله بود راجب کپیرایت جلدا، به من ربطی نداره، من طراحی رو به طراحا سپردم و جوابگوی کپیرایتش هم خودشون باید باشن. باید قبل پخش کار فکر کپیرایت میبودین، نه بعدش. من هیچ کاری رو دوباره نمیذارم یا پایین نمیکشم. کپیرایتم خورد اون موقع، خودمم شکایت از طراح مورد نظر میکنم که دیگه از این کارا نکنه. تمام، اینا رو ولش کن، یه دختر میخواییم که فردا از انگلیس بیاد و ویالونو بیاره با خودش. بله، اینم از صحبت‌های تتلو. اما در آخرم بریم چند تا فیلم جنجالی از دزدی‌های اخیری که توی ایران اتفاق افتاده رو ببینیم و برگردیم.
احمق خر. بچه هست اینجا بله، اینم از ویدیوهای جنجالی. حالا نظر شما در این مورد چیه؟ به نظرتون با این افراد باید چی کار کرد؟ حتما نظرتون رو تو قسمت کامنت برام بنویسید و اگه امکانش هست کامنت انگلیسی هم بذارید. خلاصه اینم از ویدیوی امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک رو بکوبید و سابسکرایب یادتون نره و نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جایی که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.